خیلی بیشتر من میتونم بهشون اعتماد بکنم تا خیلی از ادامه مطلبی نشستم. و سوال هم نکاله بالاخره اوریج بگیریم، خب مذهبی هم رنجای مختلفی دارن دیگه، همه جورشون هستش. متوسط بگیریم و نگاه بکنیم، این فاکتور مذهبه کمک میکنه به اتیکس آدم ها یا خیلی تاثیر هم نداره؟ این سوالیه که برای خودم باید میگم، سوال تجربی بیشتر تا این که یه اصل چیز داشته باشه. ولی بالاخره لابد شما فکر کردیم راجع به این موضوع. ببینید خب خیلی سوال ریشه‌ایه. من یه مطلبی رو بگم که عقیده خودم از بدنم رو در اون میشه به نظر امپریکال هم صحبت کرد. دین یه تاسی بده ولی نه به اون یه تاسی بده. یک راه ممکن است برای رسیدن به خدا و رسیدن به اتیکس برای زندگی سعادتمندانه. البته ما دنیوی شو بحث میکنیم، حالا این که نتایج اخروی داره یه حرف یهودی که خود تعلیمات درونه دینه، ولی فعلا شما از بیرون دین وقتی که نگاه میکنید یه راه برای اینکه آدمیان تو سر هم نزنن، ظلم نکنن، زندگی اخلاقی داشته باشن، اعتدال رو در زندگیشون رعایت کنن که گفتن مثلا جزء اهم تعلیمات و آیات دینی است، یه راهش اینه. ولی این به هیچ وجه راههای دیگر رو نفی نمی‌کنه. ممکنه که راههای دیگری هم وجود داشته باشه، کسانی به شیوه های دیگری بتونن همین اعتدال رو به طور نسبی دیگه برقرار بکنه. این مطلب هیچ تعجب ما نباید بکنیم که یه انسانی باشه، بلکه انسان های فراوان که اینها در زندگی خودشون، خانوادگیشون، فردشون افراد معتدل یا افراد پاکیزه یا و به مثلا تعهدات خودشون پایبندن، تو زبان خودشون به هر حال کنترلی دارن و رفتار خودشون، گرچه که اینا همش به اراده و تصمیم آدمی نیست بلکه مقدار زیادش معلول علل اجتماعی. این آدم خیلی بار میاد اصلا احتیاجی به دروغ گفتن نداره، مثلا دروغ نمیگه، نه اینکه خیلی به خودش فشار میاره که دروغ نگه. اینا هم همه مهمه، یعنی اصلا دینداری یا فکر رو منشأ همه رفتار دونستن درست نیست. بسیاری از جاها رفتار آدمی شکل میگیره و این شکل گرفتن دلیل نداره، علت داره، توجه فرمودید. و اینکه مثلا توی یه محیطی شما بار بیاد که یه رفاه نسبی وجود داشته باشه، لذا آدم احساس دوری دوستی نمیکنه، کم فروشی نمیکنه. یه محیطی بار بیاد که با راست گفتن شما به مقصودتون میرسید، خب دیگه آدم چرا دروغ بگه؟ شما با رشوه ندادن هم کارتون پیش میرید، چرا رشوه بدید؟ و همینطور و همینطور. لذا اینا معناش این است که چنانکه گفتم اخلاقی زیستن و اخلاقی بودن علت داره بیشتر، نه دلیل. و دین جزو دلائل است نه جزو علل. لذا اصلا اخلاقی بودن و نبودن رو کمتر به پای اون میتوان نرسید تا به پای شرایط اجتماعی. این از نظر ریشه‌ای. دوباره این طرف رو که عرض کردم، دونید که از راه‌های ممکن است برای اخلاقی زیستن و پاکیزه بودن و ظلم نکردن و اینا. از نظر تجربی تاریخی هم واقعش هر دو جورش بوده، یعنی جوامع دینی خیلی خوب داشتیم، جوامع دینی بد هم داشتیم، حکومت های دینی خوب داشتیم، حکومت های دینی بد داشتیم، تمدن دینی، تمدن دینی. خیلی نمیشه گفت که کدوم نمره بیشتری میارن از کدوم. در واقع بحث در این است که آیا پیامبران خیلی موفق بودن یا خیلی موفق نبودن. به لحاظ تجربی در این باره بحث کردن سخته، چون اگر ادیان در جهان نیامده بودن باید دید که چه اتفاقی بود. من دیدم یه تایی بحث میکنن که این ادیان که اومدن در دنیا مثلا که مردم تفرقه افکندن. خب درسته ما یه نوع تفرقه هم داریم، تفرقه دینی، ولی اینا هم نبودن چیزای دیگه نمونشون تفرقه میافکند، کمان که افکنده یا ادیان جنگ آوردن. خب اگه یعنی بله جنگای شده به نام دین، ولی این هم نبوده به دلایل و علل دیگه جنگیدن با هم دیگه. بالاخره این دو تا جنگ بزرگ جهانی اول و دوم در قرن 20 اونا هیچ کدوم دلیل دینی نداشت، خیلی که دینی اونا جنگ های سکولار بودن و خیلی جنگ های دیگه. یعنی میخوام بگم تقریبا مساوی است. حالا من خیلی نمیتونم تو ترازو بگذارم بگم کدوم باید بیشتر یا کمتر بوده، چیزی رو به پای اون نمیشه نوشت که این ور نتوان نوشت. اما ادیان هم خدمتش رو تونه کردن، بالاخره یه راه هم میون راه های دیگه. و اگر کسی در دل این راه ها به دنیا اومده از این
زندگیشو اخلاقی بکنه و راهی به بالا به اصطلاح پیدا بکنه، به نظر من خیلی خوبه. من بهترین مثالی که برای این میزنم مثل زبان میمونه. ببینید ما که زبان فارسی معنیش نیست که زبان دیگه وجود نداره یا زبان دیگه پست‌تره، ولی ما که فارسی زبانی، یعنی در دل این زبان بار اومدیم، از این زبان لذت میبریم و با این زبان کارایی رو میکنیم که و از این زبان دیگری نمیتونیم. لطفا سری نداره ما این زبان رو ول کنیم به هوای این که شاید یه زبان دیگه باشه، حالا ما یا به اون برسیم یا نرسیم، اما دیگران که دارن خب خوش باشن، اونا هم کارشون رو با زبان خودشون انجام میدن. ولی ما که زبان فارسی شعرهایی داریم که لذتی به ما میبخشه که هیچ زبان دیگه داریم و غیره، این مجموعه فرهنگ رو وجود میاره که این فرهنگ به ما خیلی نزدیکه و اصلا به خورد روح ما رفته و لذا برای ما کاری میکنه که هیچ فرهنگ دیگری نمیکنه، لذا دست نمیزنه. دیگران آره فرهنگ خودشون رو دارن و میتوانن از طریق او به مراد و کمال خودشون برسن. این مجملشه، هنوز بیشتر از این در این باره میشه سخن گفت و یعنی بحث تجربی در باره دید ببرد. در مورد عبادت هایی که عادت میشن و اینکه چه باید کرد باشون، نمازی که حضور نیست توش بودنش مثل یه تدبیر و ریاست رو به خود آدم نبودنش هم این استرکچری رو که نظمی رو که دوزانه به آدم میتونه در بیرون میبره، ولی بودنش خیلی آزاردهند و سختی که حضور توشون یه سختی عادت نیست. نماز رو کنه آدم رو همیشه این مسئله بوده دیگه خانم، ولی این مال امروز نیست. خود نشسته روی به محراب و دل به بازار هم خلاصه. خب خود همین آگاهی خیلی مفیده، یعنی اینکه آدم از این طریق میتونه قدری معنادار بکنه. شیوه‌های دیگری هم هست که مثلا سعی بکنه که تو محیطی که این کار رو انجام بده اونو عوض بکنه، به شکلهای دیگری یه روز این مسجد بره، روز اون مسجد بره، یه این ور اتاقش نماز بکنه، اون ور اتاقش، واقعا از هر ریزه کاری هر امر کوچکی و خرد و درشتی استفاده کرد که این بهره رو به آدم بده. ولی شما تو سخنتون اشاره کرده، ببینید نماز و این عبادات به طور کلی دو تا چهره، دو تا جنبه دارن، یک جنبه اجتماعی و هویتی دارن، یک جنبه فردی و معنوی و درونی دارن. هویت اجتماعی کنم کم نیست، یعنی اهمیتش کم نیست. ببینید اگه بنا باشه که این عبادات، نماز و امثال اینا به نسل‌های دیگه، به نسل‌های بعدی هم انتقال پیدا بکنه، به صورت این میراث اجتماعی باقی بمونه، این باید مورد عمل قرار بگیره. یعنی فرزند شما هم ببینه، فرزند من هم ببینه، یه چیزی باشه که عمل اجتماعی بر اون مبتنی بشه، ولذا باید عمل بشه. درست شبیه سرود دست جمعی اینجا مثال میزدن که همه که این سرود رو میخوان، خیلی هم ممکنه حتی معناش هم ندارن یا وقت خوندن سرود توجه معناش نداشته باشن. ما بنداشون که از بیرون نگاه میکنیم شکوهی که این سرود خانی داره، این باعث بقای او میشه، این مهمه. و پیامبر اسلام به هر حال هر دوتاشون میخواسته، یا بگیم خدا هر دوتاشون میخواسته، همین که این عبادت به شما یک بهره روحی برسونه که اون دیگه جهد شما رو لازم داره، ولی در این حال اینم میخواسته که همطور گفتم یه سرمایه اجتماعی بشه و حفظ بشه، که سرمایه اجتماعی وقتش بارش به دوش تک تک نماز و تک عبادت کنندگانه که گاهی خودشون ازش استفاده نمی کنن، اما یک جمع کلانی تری از او استفاده می کنن. اگر دید جمعی و تاریخی به او داشته باشیم، هر دوتاش رو با هم ببینید. الان شما مثلا از دور که حج رو و حج گذاران رو می بینید، دیگه ما که خبر داریم تو دل تک تک اونا چیه. بعضشون واقعا خیلی دیورته، خیلی غرق و مجذوب به تجربه خودشونن، بعضی هم واقعا براشون حالا که یه بازی داره، یه عادتی به حالشون، مخصوصا اینایی که هر سال هم کنشن میرن حج، که اصلا سیاحت دیگه هرچی نیست. اینا بله وسطش هم میگن که این تموم میشه.